بیعتنامه اکثریت کنگره آمریکا با امضای 223 نماینده از هر دو حزب دموکرات و جمهوری خواه، محکومیت تروریسم رژیم ایران، جنگ نیابتی منطقه‌ای و سرکوب داخلی، حمایت از برنامه ده ماده‌ای خانم رجوی، حمایت از حقوق مجاهدین در اشرف سه و به رسمیت شناختن مبارزه کانونهای شورشی با سپاه پاسداران. قطعنامه شماره 1148 با امضای اکثریت مجلس نمایندگان آمریکا در محکومیت تروریسم رژیم آخوندی، جنگ نیابتی منطقه‌ای و سرکوب داخلی، با امضای 11 تن رؤسای کمیته‌های مجلس نمایندگان و رؤسای 53 زیر کمیته در کنگره. رئیس کمیته اطلاعات، رئیس کمیته تخصیص بودجه و رئیس کمیته امنیت در میان امضا کنندگان هستند. قطعنامه 1148. رژیم ایران از اکتبر 2023 به طور فزاینده‌ای به عنوان سر مار تروریست و جنگ در منطقه عمل کرده است. نادیده گرفتن دخالت مستقیم حکومت تهران در درگیری و بحران‌های متعاقب آن، ولی فقیه علی خامنه‌ای و سپاه پاسداران را ترغیب می‌کند تا به این درگیری دامن بزنند. بقای رژیم ایران به طور جدی به سرکوب داخلی و فعالیت‌های تروریستی آن در خارج از کشور با استفاده از تروریست‌های نیابتی خود بستگی دارد. حمایت خود را از برنامه ده ماده‌ای خانم مریم رجوی برای آینده ایران اعلام کردند. اعتراضات چشمگیر در سال‌های 1401، 1398 و 1396 با استاب خواست مردم ایران در رد ولایت فقیه و حق حاکمیت مردم در یک جمهوری مبتنی بر آرای عمومی است. مردم ایران از آزادی‌های اساسی خود محروم شدند و همچنان که در شعارهای آنها دیده می‌شود، دیکتاتوری سلطنتی و استبداد مذهبی را رد می‌کنند. سرکوب وحشیانه رژیم ایران، اقلیت‌های قومی و مذهبی شامل کردهای ایرانی، بلوچ‌ها، عرب‌ها، مسیحیان، یهودیان، بهائیان، زرتشتیان و حتی مسلمانان سنی را در بر می‌گیرد. مردم ایران در قیام‌هایشان خواست خود را برای تغییر با تصرف نمادها و مراکز قدرت سپاه و ولی فقیه ابراز کردند. بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر، ضروری است حقوق بشر توسط حاکمیت قانون حمایت شود تا انسان به عنوان آخرین علاج مجبور به قیام علیه ستمگری و سرکوب نشود. اعلامیه استقلال ایالات متحده تأکید می کند حق و وظیفه مردم است که حکومت ستمگر را ساقط کنند و برای امنیت آینده خود حافظان جدیدی فراهم کنند. رژیم به طور فزاینده از فعالیت کانونهای شورشی علیه سپاه و نیروهای بسیج در اعتراضات سراسری به ویژه در سال 1401 نگران است. رژیم ایران دیپلماسی گروگانگیری را به عنوان ابزار اصلی سیاست خارجی خود تقویت کرده و از آن علیه کشورهای غربی برای آزادی جنایتکاران و تروریست‌های خود استفاده می‌کند. اسدالله اسدی، دیپلمات ارشد مستقر در سفارت رژیم ایران در وین، اتریش، در ژوئیه 2018 دستگیر
و در فوریه 2021 در بلژیک محکوم و به 20 سال حبس در ارتباط با توطئه تروریستی برنامه ریزی شده علیه گردهمایی آلترناتیو ایران آزاد در 2018 در پاریس محکوم شد. رژیم ایران در سال 2023 محاکمه ساختگی 104 تن از اعضای مقاومت را که عمده آنها در اروپا از جمله در فرانسه و آلبانی اقامت دارند آغاز کرد تا سابقه قانونی ساختگی علیه آنها ایجاد کند و توطئه‌های تروریستی علیه آنها را توجیه کند. اعدام بیش از 30,000 زندانی سیاسی با فتوای خمینی در مورد تمام کسانی که به سازمان مجاهدین وفادار بودند با تشکیل هیئت‌های مرگ در 19 ژوئیه 1988 که ابراهیم رئیسی از اعضای آن بود به اجرا درآمد. بیش از 900 زن و مرد مستقر در اشرف 3 زندانیان سیاسی سابق هستند که شاهد جنایات رژیم ایران در زندان‌های رژیم بودند و بسیاری از آنها شاهد قتل عام 1367 و سایر قتل‌های سیاسی در ایران هستند و از جمله برخی از آنها شاهدان عینی جنایات ابراهیم رئیسی هستند. لذا آنها باید به طور کامل برای شهادت‌های احتمالی در برابر هر دادگاه بین‌المللی که در مورد قتل در ایران تحقیق می‌کند محافظت شوند. در نوامبر 2021 قوه قضاییه سوئد کل دادگاه استکهلم را به مدت 2 هفته به آلبانی منتقل کرد تا شهادت 7 زندانی سیاسی سابق ایرانی را که اکنون در اشرف 3 ساکن هستند و شاهدان حیاتی محاکمات مربوط به قتل عام سال 1367 محسوب می شدند تسهیل کند. نخست وزیر آلبانی در نامه 19 آوریل 2016 به یکی از معاونان پارلمان اروپا نوشت آلبانی به طور کامل متعهد به تضمین تمام حقوق مقرر شده در کنوانسیون 1951 ژنو، کنوانسیون حقوق بشر اروپا و تمامی قوانین بین المللی برای پناهندگان ایرانی است. قطعنامه اکثریت مجلس نمایندگان 7 ماده زیر را تصویب می کند. 1. به اتفاق و بدون ابهام اقدامات رژیم ایران را در خاورمیانه که منجر به حملات 7 اکتبر 2023 و پس از آن شد و به تروریسم و بی‌ثباتی منطقه کمک کرده است محکوم می‌کند. 2. تأکید می‌کند که توجه به درخواست معترضان ایرانی برای تغییرات اساسی در داخل ایران به همزیستی مسالمت‌آمیز میان کشورهای همسایه کمک کرده و امنیت منطقه‌ای و جهانی را تقویت می‌کند. حق ذاتی مردم ایران برای تعیین آینده سیاسی خود را آنچنان که در اعلامیه جهانی حقوق بشر ملل متحد بیان شده است به رسمیت می شناسد و از آن حمایت می کند. 4. خواستار پاسخگو کردن رژیم ایران در قبال اقدامات خود از طریق ادامه اعمال تحریم ها و حمایت از برنامه 10 ماده‌ای مقاومت ایران برای آینده ایران است. 5. جهان آزاد را ترغیب می کند با توجه به اینکه مردم ایران از همه حقوق اساسی خود و مسیرهای سیاسی برای تغییر در چارچوب قوانین بین المللی و اعلامیه جهانی حقوق بشر محروم شدند، حق مردم ایران تظاهر کنندگان و کانونهای شورشی را برای مقابله با سپاه پاسداران و نیروهای سرکوبگر به منظور ایجاد تغییر
به رسمیت بشناسند. شش، از دولت ایالات متحده می خواهد با همکاری متحد ما آلبانی حفاظت کامل از پناهندگان سیاسی ایرانی در کمپ اشرف سه را در برابر توطئه‌ها و فشارهای رژیم ایران تضمین کند و آنها را از تمامی حقوق مندرج در کنوانسیون ژنو 1951 و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر از جمله حق حیات، آزادی و امنیت، حفاظت از املاک و دارایی و همچنین آزادی بیان و گردهمایی بهره مند سازد. 7. حقوق مردم ایران و مبارزه آنها برای برقراری جمهوری دموکراتیک مبتنی بر جدایی دین و دولت و یک ایران غیر اتمی را به رسمیت می شناسد. In the U.S. House of Representatives, I'm one of many co-sponsors on the House resolution, the bipartisan House resolution, H.Res. 1148. This resolution, which has majority support, backs the 10-point plan for the future of Iran, authored by Maryam Rajavi. This plan echoes rejecting absolute clerical rule and affirming the people's sovereignty in a pluralistic republic, ensuring freedoms of speech, political parties, assembly, press, and the internet, committing to individual and social freedoms and the Universal Declaration of Human Rights, including prohibiting torture and the death penalty, upholding the separation of religion and state and religious freedom, achieving complete gender equality and abolishing discrimination, and maintaining an independent judiciary and upholding the rule of law, presumption of innocence and the right to a fair trial. متن قطعنامه اکثریت کنگره آمریکا. مجلس نمایندگان آمریکا، قطعنامه شماره 1148. محکومیت تروریسم رژیم ایران، جنگ نیابتی منطقه‌ای و سرکوب داخلی. در حالی که ایالات متحده اهمیت رسیدگی به بحران منطقه‌ای در خاورمیانه را که از زمان حملات 7 اکتبر 2023 به طور قابل توجهی افزایش یافته از تصدیق می‌کند، در حالی که نگرانی‌های جدی در مورد همدستی رژیم ایران در ترویج بنیادگرایی تحت نام اسلام و حمایت از تروریسم و گروه‌های نیابتی آن در منطقه وجود دارد، در حالی که مقامات رژیم ایران حمایت کامل خود را از گروه‌های نیابتیشان در جنگ و بحران‌های کنونی در منطقه بیان کرده‌اند، در حالی که مقامات رژیم ایران از وجود یک اتاق عملیات مشترک با گروه‌های نیابتی خود در بالاترین سطوح که در بحران اخیر در خاورمیانه فعال هستند صحبت می‌کنند، در حالی که نادیده گرفتن دخالت مستقیم حکومت تهران در درگیری و بحران‌های متعاقب آن، ولی فقیه علی خامنه‌ای و سپاه پاسداران را ترغیب می‌کند تا به این درگیری دامن بزنند، در حالی که کشورهای غربی موظفند رژیم ایران را در قبال اقداماتی که خشونت، ترور و بی‌ثباتی را تشویق می‌کند مورد حسابرسی قرار بدهند، در حالی که رژیم ایران به طور جدی در ارائه حمایت مالی و نظامی از نیروهای نیابتیش در لبنان، سوریه، عراق، یمن، غزه و جاهای دیگر در منطقه و همچنین در سطح جهانی نقش داشته است، در حالی که رژیم ایران از اکتبر 2023 در حمایت از نیروهای نیابتی که به شدت با صلح در خاورمیانه مخالفت می‌ورزند
تا تهدید کشتی‌ها و تجارت آزاد در دریای سرخ و از هدف قرار دادن نیروهای آمریکایی در منطقه تا تأمین موشک‌ها و پهپادها برای بازیگران سرکش به طور فزاینده‌ای به عنوان سر مار تروریسم و جنگ در منطقه عمل کرده است. در حالی که رژیم ایران دیپلماسی گروگانگیری را به عنوان ابزار پایه‌ای سیاست خارجی خود تقویت کرده و از آن علیه کشورهای غربی برای آزادی جنایتکاران و تروریست‌های خود استفاده می‌کند، در حالی که اسدالله اسدی دیپلمات ارشد ایرانی مستقر در سفارت ایران در وین، اتریش، در ژوئیه 2018 دستگیر و در فوریه 2021 در بلژیک محکوم و به 20 سال حبس در ارتباط با توطئه تروریستی برنامه ریزی شده علیه گردهمایی آلترناتیو ایران آزاد در 2018 در پاریس محکوم شد، در حالی که بقای رژیم ایران به طور جدی بستگی به سرکوب داخلی و فعالیت‌های تروریستی آن در خارج از کشور با استفاده از تروریست‌های نیابتی خود دارد، در حالی که اعتراضات چشمگیر در سال‌های 1401، 1398 و 1396 بازتاب خواست مردم ایران در رد ولایت فقیه و حق حاکمیت مردم در یک جمهوری مبتنی بر آرای عمومی و کثرت‌گرایی است، در حالی که از سپتامبر 2022 اعتراضات ضد دولتی گسترده با درگذشت غیرمنتظره مهسا ژینا امینی زن 22 ساله کرد ایرانی آغاز شد که توسط پلیس اخلاق که وظیفه اجرای مقررات اجباری پوشش در ایران را بر عهده دارد بازداشت شد، در حالی که رهبری اعتراضات 2022 در ایران عمدتاً بر عهده زنان و جوانانی بوده است که قویاً از آزادی‌های اجتماعی و دگرگونی سیاسی دفاع می‌کنند، در حالی که طی چندین ماه تظاهرات مداوم در بسیاری از شهرها در سراسر ایران، سرکوب نیروهای امنیتی رژیم باعث کشته شدن صدها نفر و بازداشت ده ها هزار تظاهر کننده شد که در میان دستگیر شدگان چندین نفر از دسامبر 2022 اعدام شدند و تا کنون ده ها نفر دیگر به اتهام محاربه، جنگ با خدا در معرض اعدام هستند. در حالی که هماهنگی در شعارها و استراتژی معترضان در سراسر کشور آرمان‌های فراگیر مردم ایران برای آزادی را برجسته می‌کند و بر ماهیت سازمان یافته این اعتراض‌ها تأکید دارد، در حالی که رژیم ایران مستبدانه و وحشیانه اقلیت‌های قومی و مذهبی شامل کردهای ایرانی، بلوچ‌ها، عرب‌ها، مسیحیان، یهودیان، بهائیان، زرتشتیان و حتی مسلمانان سنی را سرکوب و آنها را از حقوق اساسی انسانی خود محروم کرده است که اغلب به اعدام منجر می شود، در حالی که مردم ایران از آزادی های اساسی خود محروم شده اند و به همین خاطر در شعارهای اعتراضات آنها مشهود است دیکتاتوری سلطنتی و استبداد مذهبی را رد می کنند، در حالی که توده مردم ایران در قیامهایشان تمایل خود برای تغییر رژیم را با تصرف مراکز قدرت سپاه و ولی فقیه ابراز کرده اند، در حالی که به گفته مقامات ارشد رژیم ایران فعالیت‌های کانون‌های شورشی علیه سپاه و نیروهای بسیج به ویژه از سال 2022 یک نقش رهبری کننده در اعتراضات سراسری ایران ایفا کرده و گزارش شده است که رژیم آنان را کشته و هزاران تن از آنها را بازداشت کرده است، ولی هنوز رژیم تهران به طور فزاینده در مورد فعالیت‌های آنها
دچار آشفتگی است. در حالی که رژیم ایران در سال 2023 محاکمه ساختگی 104 تن از اعضای مقاومت را که عمده آنها در اروپا از جمله در فرانسه و آلبانی اقامت دارند آغاز کرد تا سابقه قانونی ساختگی علیه آنها ایجاد نماید و توطئه‌های تروریستی علیه آنها را توجیه کند، در حالی که حمایت خود را از طرح 10 ماده‌ای خانم مریم رجوی برای آینده ایران اعلام کردند که به حق جهانی رأی، انتخابات آزاد، بازار آزاد و جدایی دین از دولت فرا می‌خواند و مدافع برابری جنسیتی، مذهبی و قومیتی، از سیاست خارجی مبتنی بر همزیستی مسالمت‌آمیز، صلح در خاورمیانه و یک جمهوری و ایران غیر هسته‌ای برای ایران است، در حالی که حق مردم ایران است که سرنوشت خود را صرفاً بر اساس رأی خود به عنوان تنها معیار مشروعیت سیاسی تعیین کنند، در حالی که اعدام بیش از 30,000 زندانی سیاسی با فتوای خمینی در مورد تمام کسانی که به سازمان مجاهدین وفادار بودند با تشکیل هیئت‌های مرگ در 19 ژوئیه 1988 به اجرا درآمد، در حالی که سپاه پاسداران برای بیش از 4 دهه نقشه مهمی در سرکوب داخلی، تروریسم و جنگ نیابتی منطقه ایفا کرده و توسط چندین کشور از جمله ایالات متحده به عنوان یک موجودیت تروریستی معرفی شده است، در حالی که حق تعیین سرنوشت که سنگ بنای حقوق بین الملل را تشکیل می دهد، یک حق ذاتی و غیر قابل انکار همه مردمان از جمله مردم ایران است و در اسناد بین المللی متعدد از جمله منشور سازمان ملل متحد 1945 که تأکید بر اصول حق تعیین سرنوشت دارد تصریح شده است،